بسم الله الرحمن الرحیم. روز بسیار مبارک میلاد حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه رو تبریک و تهنیت میگیم به همه مسیحیان جهان و همچنین به مسیحیان ایرانی عزیزمون و به همه مسلمان ها هم تبریک میگیم، چون روز میلاد حضرت مسیح روز عید هم مسلمان هاست هم مسیحی ها. به هر حال او یکی از پیامبر بزرگ الهی است، پیامبر نور، پیامبر رحمت، پیامبر دوستی و مودت در میان مردم. و قرآن مجید هم به ما مسلمان ها یادآور میشه که ما با اهل کتاب نقاط مشترک مهمی داریم که به اون نقاط مشترک باید توجه کنیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم. به پیامبر عزیز ما خداوند میگه اهل کتاب رو فرا بخوان نسبت به اون چه که مورد وحدت همه اهل کتاب و مسلمان ها هست، و بنابراین ما باید به سمت دوستی و برادری با همه مسلمان ها و با همه اهل کتاب در چارچوب تعالیم اسلام بپردازیم. حتی خداوند نسبت به بحث و مجادله و مناظره با اهل کتاب هم میگه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن الا الذين ظلموا منهم، جز اونهایی که فشار میارن و ستمگر هستند. با اهل کتاب وقتی مباحثه میکنید، صحبت میکنید، مجادله میکنید، نمیگه به صورت نیکو مجادله کنید، میگه بالتی هی احسن، به بهترین و نیکوترین شیوه با اونها رفتار بکنید. بنابراین امروز هم روز مبارکی است برای ما و هم از قرآن باید بیاموزیم نسبت به سلوک با اهل کتاب و جهانیان و همزیستی مسالمت آمیز. نکته دوم این که در این ایام برای ما ملموستر شد که مشکلاتی که امروز در میان مردم عزیز ما وجود داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فشار آمریکا بر مردم ایران، این چنین نیست که این موضوع اختصاص به ملت ایران داشته باشه. ما در این اجلاس چهار جانبه ایران، مالزی، ترکیه و قطر دیدیم که کشورهای دیگر هم مشکلاتی دارند. یکی از کشورها گفت که ما از آمریکا فلان سلاح خریدیم، حالا که نیاز به قطعات مهم و اوورهال داریم، دارن ما را اذیت میکنن و یه جوری رفتار میکنن که باید چند برابر پول رو بدیم. یکی دیگه باز نسبت به یک کشور دیگر گله کرد، گفت اونجا هم این چنین است. راجع به مسائل مالی و بانکی یک اتفاق نظری بود که جهان باید خودش رو از دلار خلاص بکنه و راه حلی رو پیدا کنه. مسئله رمز ارزها، مسئله مبادلات با پول ملی، مسئله مبادلات از طریق طلا، مواردی بود که در جلسه چهار جانبه مطرح شد و مورد اتفاق نظر چهار کشور بود که باید براش راه حل ما پیدا کنیم. بنابراین من میخوام بگم اون چه مورد نظر ما و ملت بزرگ ما هست و مشکلاتی که ما امروز باش مواجه هستیم، دیگران هم به صورت دیگر، کمتر بیشتر، در جهات مختلف اونها هم این مشکلات رو دارن. نکته بعدی اینه که همه این کشورها بالاتفاق در صحبتهاشون، بخصوصا در مباحثاتی که چهار جانبه، پنج جانبه در بعضی از جاها ما داشتیم و در این سفر هم داشتیم،
همه مقصر اصلی در ماجرای فشار به ملت ایران رو آمریکا میدونن. هیچ کس در این مسئله تردید نداره که ایران به تعهداتش عمل کرده، ایران در چارچوب صلح و ثبات و امنیت منطقه و جهان قدم برداشته و این طرف مقابل هست که اینها رو زیر پا گذاشته. این مسئله مهمی است که مردم ما باید بدونن. افکار عمومی جهان، سیاستمداران جهان، فرهیختگان جهان، حتی قدرت‌های سیاسی جهان نه تنها در دل بلکه با زبان هم اعلام می‌کنند و اعتراف می‌کنند که ایران مسیر و راه درستی رو انتخاب کرده. ما در این مدت چند ماه از مهر ماه به این طرف که در سازمان ملل بودیم، یکی از توطئه‌های آمریکا رو به خوبی شکوندیم. آمریکایی‌ها همه جا اظهار میکردن که ما که آماده ایم با ایران حرف بزنیم، صحبت کنیم، این ایرانه که نمیاد پای میز مذاکره بنشینه. ما این توطئه رو باطل کردیم. در این سفر ژاپن هم یک بار دیگر تکرار شد که آقا ما در مسئله مذاکره و حرف زدن با کسی مشکل نداریم. خب الان هم 5 به اضافه 1 جمعشن دور هم، اگر همه اونها اراده داشته باشن به اینکه به اونچه توافق بوده عمل کنن و اشتباهات قبلی رو جبران کنن، ما باز هم حرف نداریم. یعنی این نیست که ما ایستادگی میکنیم، میگیم کسی اگر خطا کرده، اشتباه کرده، راه بازگشت براش وجود نداره. این راه براش وجود داره. این رو واضح‌تر و روشن‌تر در سفر ژاپن صحبت کردیم. البته پیشنهاداتی ژاپن داشت برای برخی از مسائل، پیشنهاداتی ما داشتیم که حالا اونا رو ادامه میدیم. البته یه سری مباحثی هست که از قبل بین ما بوده، الان هم هست، یه راه‌حل‌های جدیدی اونا پیشنهاد کردن، ما پیشنهاد کردیم، ادامه میدیم. البته هیچ تردیدی نداریم که این که ملت ایران عزیز هست در دنیا و این که سخن ما در دنیا شنونده داره و گوش شنوای فراوانی برای منطقه ما وجود داره، به دلیل مقاومت و ایستادگی این ملت بزرگ هست. وقتی یک ملت بزرگی در برابر فشارها میسته، مقاومت میکنه، علی‌رغم این که مردم سختی دارن، علی‌رغم این که مردم مشکل دارن، طبیعی است به هر حال وقتی شما یک رقم بزرگی از درآمد عمومی کشور شما دچار مشکل میشه، خب به طور طبیعی این مشکل به مردم برمیگرده. اگر درآمدها همش حاصل بشه، نفعش برای کل مردمه. اگر بخشی از منابع درآمدی ما به هر دلیل دچار مشکل بشه، از طریق تحریم غیرقانونی دچار مشکل بشه، خب این مشکل به مردم برمیگرده. مردم احساس میکنن در زندگیشون مشکل دارن. اما در این حال مردم ما از لحاظ مقاومت و ایستادگی و هوشیاریشون نسبت به شرایطی که ما داریم، و من تردید ندارم این مقاومت ما رو به پیروزی نهایی و موفقیت حتمی میرسونه. ممکنه 2 ماه دیر، 2 ماه زود، اما هیچ راهی برای مخالفین ما، برای دشمنان ما، جز تسلیم در برابر اراده ملت ما وجود نداره و این رو ما با همه وجود لمس میکنیم.